شما شنونده که دروس شاگردسازی سازی در رادیو جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است. یک شاگرد نبوتهای مربوط به آمدن ثانویه عیسی مسیح به این جهان را میداند. قدم یک بخوانید. بیایید با هم اول تسالونکیان فصل چهار آیه سیزده تا فصل پنج آیه یازده را بخوانیم. اجازه بدهید که هر کدام به نوبت یک آیه بخوانیم. اول تسالونیکیان فصل چهار آیه سیزده تا فصل پنج آیه یازده و اینک برادران عزیز میخواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می کند شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و قصه فرو نروید زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد این را من از جانب خداوند می گویم ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد آنگاه پیش از همه مسیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید. شاید بپرسید که مسیح در چه زمانی باز خواهد گشت. برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم. زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بیخبر سر می رسد. همان وقت که مردم میگویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. همانطور که درد به سراغ زن آبستن می آید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت. بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. شب وقت خواب و مستی و بیخبری است. ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و ذره ای ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم خواه به هنگام بازگشت او زنده باشیم خواه نباشیم پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. قدم دو کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید. یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل پنج آیه یک الادو است. هیچ کس نمی داند ایسای مسیح چه وقت بازگشت خواهد کرد. اما او در آمدن سانویهش مانند یک دوست شبانه بازگشت خواهد کرد. بازگشت او ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل چهار آیه هجده است. با آمدن سانبی ایسای مسیح جسم فانی من قیام خواهد کرد و یا به شکلی غیر فانی مبدل خواهد شد و از آن پس تا به ابد با خداوند خواهم بود. قدم سه سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمیدانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید. فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید سپس سوالات خود را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. سوال یک هنگام آمدن ثانویه عیسی مسیح چه اتفاقاتی خواهد افتاد من این را کشف کردم که در روز قیامت پنج اتفاق مهم روی خواهد داد اول ناگهانی و دور از انتظار بودن آمدن سانویه. عیسی مسیح با تمام جلال و قدرت خود همراه با فرشتگان بیشمار بر ابرها ظاهر خواهد شد ارواح مسیانی که مرده اند با او خواهند آمد. دوم، قیام تمام مردم. عیسی مسیح با صدای بلند فرمانی خواهد داد. شیپور فرشتگان خواهد نواخت. تمام مردگان قیام خواهند کرد و آنانی که در آن زمان زنده هستند تبدیل خواهند شد. سوم، استقبالی از این فرشتگان تمام مسیحیان قیام کرده و تبدیل یافته را جمع خواهند کرد و آنها را با هم بالا خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند در حالی که بی ایمانان و شریران خواهند ماند مسیحان از عیسی مسیح استقبال و شکوه و جلال او را تحسین خواهند کرد چهارم داوری نهایی تمام مردم سپس در همان روز آخر فرشتگان تمام بیمانان بی و شریران را جمع خواهند کرد و به نزد عیسی مسیح خواهند آورد. داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. پنجم احیای جهان. در حالی که تمام مردم در مقابل تخت مسیح داوری خواهند شد، زمین قدیم نیز داوری و با آتش نابود خواهد شد و کل جهان تازه خواهد گردید. بعد از داوری نهایی عیسی مسیح همراه با تمام ایمانداران به عنوان عروسش به زمین جدید یا اورشلیم جدید نزول خواهد کرد سپس ملکوت خدا به شکل کامل نهایی آن واقعیت ابدی پیدا خواهد کرد سوال دوم آیا قیام غیر مسیحان همزمان با مسیحان اتفاق خواهد افتاد بعضی مسیحیان معتقدند که قیام ایمانداران حد اقل هزار سال قبل از قیام بی ایمانان اتفاق خواهد افتاد. اما هیچ جای کتاب مقدس چنین چیزی را نگفته است. بلکه کتاب مقدس تأکید می کند که قیام غیر مسیحیان و مسیحیان همزمان رخ خواهد داد. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی میگوید از این گفته من تعجب نکنید چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند عیسی میگوید در زمان داوری نهایی تمام کسانی که تا به آن زمان مرده اند همزمان قیام خواهند کرد در یوحنا فصل شش، آیه 39 الی 40 عیسی به وضوح میگوید که تمام ایمانداران در روز قیامت قیام خواهند کرد. او نمیگوید که ایمانداران هزار سال قبل از روز قیامت قیام خواهند کرد. همچنین پولس رسول در اعمال فصل 24 آیه 15 میگوید مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. پولس به وضوح از یک قیامت هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان سخن میگوید و نه از دو قیامت دانیال نبی در عهد عتیق در دانیال فصل 12 آیه یک الی 2 و یوحنای رسول در عهد جدید در مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 نبوت میکنند که قیام عادلان و شریران همزمان و در روز داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. اگر نام شخصی در دفتر حیات نباشد، او را به دریاچه آتش خواهند انداخت. اگر نام آن شخص در دفتر حیات باشد، او وارث زمین جدید خواهد بود. قطعا هیچ فاصله زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان وجود نخواهد داشت. اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فست چهار آیه سیزده الهیجده از قیام غیر مسیحیان هیچ سخنی نمیگوید. چون منظور این دو قسمت این است که فقط قیام ایمانداران را با جزئیات آن شرح داد. سوال سوم کتاب مقدس در مورد قیام مسیحیانی که قبلا مرده اند چه تعلیمی می دهد؟ روح تمام مسیانی که قبل از آمدن سانویه مرده با مسیح به زمین بازگشت خواهند کرد در اول تسالونیکیان فصل چهار آیه چهارده پولوس رسول می گوید زیرا که ما ایمان داریم ایسا مرد و پس از مرگ زنده شد باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیانی را که مرده همراه وی به این جهان باز خواهد آورد در کلیسیان فصل سه آیه چهار او میگوید وقتی مسیح بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. فرمان مسیح و صدای شیپور رئیس فرشتگان نشانه ای خواهد بود برای جسم مردگان که به صورت غیر فانی قیام خواهد کرد و با روح آنها متحد خواهد شد. پیش از همه مسیانی که مردن زنده خواهند شد یعنی قبل از اینکه تمام مسیان به آسمان برده شوند سوال چهارم کتاب مقدس در مورد مسیانی که هنگام آمدن ثانوی هنوز زنده هستند چه تعلیمی می دهد؟ در اول تسالونیکیان فصل چهار آیه 15 می خانیم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. با توجه به این موضوع آمدن سانویه کاملا بیطرفانه خواهد بود. مسیحیانی که زندان هیچ مزیتی نسبت به مسیحیانی که قبلا مردند نخواهند داشت. در اول قرنتیان فست پونزده آیه پنجا و یک الا و سه ما همه نخواهیم مرد بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم، ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است، باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. در هنگام آمدن سانویه، روح و جسم مسیحیانی که هنوز زنده باشند در یک چشم به هم زدن متبدل خواهد شد و جسم آنها غیر فانی را خواهد پوشید. سوال پنجم مسیحیان بلا فاصله بعد از قیام به کجا خواهند رفت؟ بلا فاصله بعد از قیام تمام مسیحیان با هم صعود می کنند تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. در اول تسالونیکیان فصل چهار آیه 17 اله 18 می خانیم که مسیحان در ابرها رو بوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با او باشند. فرشتگان ناگهانی و سریع برگزیدگان را به بالای ابرها خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. برگزیدگان تمام مسیحیان از میان همه قوم های جهان هستند. واژه ملاقات کردن خداوند در هوا واژه متعارفی بود که برای حکمرانان، سربازان و شهروندان یک شهر هنگامی استفاده میشد که برای خوشامدگویی به شخصی بسیار محترم و مهم به خارج از شهر می‌رفتند تا همه با هم به شهر بازگردند. در اعمال فصل 28 آیه 15 مسیان روم به خارج از شهر رفتند تا به پولس خوش آمد گویند قبل از اینکه همه با هم به روم بازگردند. به همین ترتیب همه مسیان به بالای ابرها رفتند تا مسیح را در هوا ملاقات کنند و از آنجا همه دوباره به زمین جدید بازگردند. در اولین نامه به تسالونیکیان تاکید بر جایی نیست که مسیحیان بعد از قیام در آنجا اقامت خواهند کرد بلکه تاکید بر این حقیقت است که مسیحیان دیگر هرگز از مسیح جدا نخواهند شد این دلیلی است برای تقویت تمام مسیحیان در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه ده الی 11 مسیحیان تا ابد با عیسی مسیح خواهند بود آنها به بالا خواهند رفت تا عیسی مسیح را هنگام آمدن ثانویش ملاقات کنند. آنها به او خوش آمد خواهند گفت و شکوه و جلال او را تمجید خواهند کرد و در هنگام داوری نهایی به دست راست او خواهند نشست. هنگامی که مسیح آسمان و زمین را احیا کند همراه او خواهند بود. وقتی او به زمین جدید نزول می کند به عنوان عروس همراه او خواهند بود. هیچ کس و هیچ چیز دیگر آنها را از عیسی مسیح جدا نخواهد کرد. سوال ششم آیا ممکن است زمان آمدن ثانوی مسیح را پیش بینی کرد؟ در متا فست 24 آیه 36 خود عیسی می گوید اما هیچ کس نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بیخبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند. وقتی عیسی محدود به ذات بشری خود بود، زمان آمدن سانویه را نمی دانست. در اعمال فست یک آیه هفت به شاگردانش تعلیم داد این زمانها را پدرم خدا تعیین می کند و دانستن آنها کار شما نیست. پس مسیحیان نباید زمان آمدن سانویه را حدس بزنند. مسیحیانی که آمدن ثانویه را حدس میزنند از عیسی مسیح نااطاعتی کردند. سوال هفتم آیا مردم برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده خواهند بود؟ اول اینکه برای تمام غیر مسیحان آمدن ثانویه ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. آنها قافلگیر خواهند شد. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه یک الی 2 برادران عزیز لازم نیست در این باره چیزی بنویسم زیرا شما به خوبی میدانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمیداند روز خداوند همچون دزد شب بیخبر سر میرسد مصیبت ناگهان دامنگیر شریران خواهد شد که همیشه میگفتند همه جا امن و امان است آنها نمی توانند فرار کنند دوم آمدن ثانویه برای مسیحیان نیز ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود اما مسیان باید آماده باشند. در متا فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی میگوید اگر صاحب خانه میدانست که دوز در چه ساعتی میآید بیدار می ماند و نمیگذاش دوز وارد خانه شود. به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا قافلگیر نشوید. سوال هشتم آیا مسیان در روز قیامت جلوی چشمان غیر مسیان جمع خواهند شد؟ عیسی میگوید آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار می کنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند و از دو زن که خانهداری می کنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند. حتی در لحظه ای که آمدن ثانویه مردم را قافلگیر می کند آنها مشغول کار روزانه خواهند بود. آنها مشغول کار در مزرعه و یا خانه خواهند بود. پس به صورت ناگهانی و دور از انتظار یک نفر روبوده خواهد شد. یعنی فرشتگان آنها را جمع خواهند کرد تا مسیح را خوش آمد گویند و تا به عبد با او باشند. این جمعوری مسیحیان که دور از انتظار و ناگهانی است اینطور بیان شده است که در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم. بقیه خواهند ماند. بی ایمانان و شریران خواهند ماند چون در استقبال از مسیح شرکت نخواهند کرد. بعد در همان روز بی ایمانان و شریران را مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد و به عذاب ابدی سپرده خواهند شد. بر طبق متا فصل سیزده آیه چلو یک الا و فصل 25 آیه 31 الی 46 فرشتگان هر چیزی که باعث گناه می شود و تمام کسانی که شرارت می ورزند را جدا خواهند کرد و بعد از داوری آنها را به جهنم خواهند انداخت که در آتش نیز نامیده شده است. سوال نهم آیا بعد از آمدن سانویه شانس دیگری برای نجات مردم وجود خواهد داشت؟ ناگهانی بودن آمدن ثانویه و سری بودن قیام مردگان و تبدیل زندگان و بالا رفتن مسیحان برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به معنی این است که دیگر فرصتی برای نجات غیر مسیحان وجود ندارد بعد از اینکه مسیحان از مسیح در هوا استقبال کنند داوری نهایی تمام مردم انجام خواهد شد در متا فصل 25 آیه 31 تا 46 عیسی میگوید هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کند ها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدرم بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است و این اشخاص به کیفر ابدی میرسند ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست آمدن ثانوی عیسی مسیح کاملا سرنوشت ساز است در هنگام آمدن ثانویه و بعد از آن دیگر فرصتی برای توبه تولد تازه یا نجات نخواهد بود عیسی میآید اما نه برای نجات مردم بلکه برای داوری به همین دلیل کتاب مقدس میگوید الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد آنهایی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردند باید دعا کنند و همین الان او را در قلب و زندگی خود بپذیرند سوال دهم مسیحان چگونه باید برای آمدن ثانوی عیسی مسیح آماده شوند آمدن ثانویه ایسای مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، وفادار و مقدس بسازد. غیر مسیحیان طوری زندگی می کنند که انگار دنیا تا به ابد ادامه دارد. آنها می خورند و می نوشند. می خرند و می فروشند. می سازند و می کارند. ازدواج می کنند و فرزندانشان ازدواج می کنند. اول تسالونیکیان فصل پنج آیه شش الا هفت می گوید در ارتباط با آمدن سانویه ایسای مسیح آنها در خواب هستند. آنها توجهی به پایان دنیا ندارند. پس در آن زمان مواظب و هوشیار نخواهند بود. در زندگی آنها پرهیزگاری وجود ندارد و شبها مست می کنند. به این دلیل کتاب مقدس می گوید بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. در متا 24 آیه 42 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان باید هوشیار باشند. یعنی برای آنچه میخواهد اتفاق بیفتد مواظب و آماده باشند. تمثیل ده باکره بر همین نیاز یعنی هوشیار بودن تاکید می کند. در متا فصل 24 آیه 45 51 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان نباید بی تفابط و دنیاوی باشند ولی از طرفی هم نباید وحشت زده باشند و دست از کار بکشند بلکه باید نسبت به آنچه عیسی مسیح به آنها سپرده کوشا و وفادار باشند تمثیر قنتارها بر این نیاز یعنی وفاداری تاکید می کند. بالاخره در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 پتروس رسول هشدار می‌دهد که مسیحیان باید مقدس زندگی کنند و با خدا باشند چون دنیا با آمدن ثانویه قطعا با آتش نابود خواهد شد مسیحیان نباید هرگز در گناه زندگی کنند آنها نباید با چیزهای گناه آلود خود را مشغول کنند بلکه باید هر لحظه آماده ملاقات خالق و نجات دهنده خود باشند. قدم چهار و قدم پنج کاربرد و دعا فراموش نکنید که کاربرد بسازید و همچنین فراموش نکنید که دعا کنید. تکلیف برای هفته آینده اول مطمئن شوید که به پایان دنیا و آمدن سانوی مسیح ایمان دارید و آن را خیالی و دور از واقعیت نمیدانید. دوم تمام انجیل یوحنا را بخوانید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتابهای دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید. و به آدرس اینترنتی www. دوتا نت مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. www. o t t سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. امیدواریم این دو روز باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد شما می توانید از طریق شماره واتساپه 2031 638 98, 98 98 98 تکرار می کنم دو سی و یک و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت سایت www دنبال کنید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.